سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. رعنا آزادیور متولد 17 فروردین 1362 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. اولین تجربه حرفه‌ای او با فیلم مارمولک در کنار پرویز پرستویی چهره‌اش را شناخته کرد و بعداً با فیلم‌های درباره الی و محمد رسول الله درخشید. رعنا آزادیور در سال 81 وقتی 19 ساله بود در مؤسسه کارنامه به مدیریت نگار اسکندرفر دوره 6 ماهه بازیگری را با چهره‌هایی چون صابر ابر، ساره بیات و نرگس محمدی گذروند. از اساتید او در این مؤسسه می توان به چهره هایی چون ناصر تقوایی، پیام دهکردی، پانتها پناهی و شادمهر راستین اشاره کرد. او در سال 82 از کلاس بازیگری به فیلم مارمولک کمال تبریزی معرفی شد و در نقش فائزه در کنار پرویز پرستویی تجربه بسیار موفقی را به دست آورد. او بعد از 2 سال دوری از فعالیت هنری از سال 84 با فیلم هوو به کارگردانی علیرضا داوود نژاد به عرصه بازیگری بازگشت. خانم آزادیور در سال 85 در پنجمین تجربه خود در فیلم پارکوی فریدون جیرانی حضور داشت. رعنا آزادیور در سال 93 در فیلم محمد رسول الله به کارگردانی مجید مجیدی نقش جمیل همسر ابولهب را بازی کرد که کاراکتری کاملا منفی و متفاوت داشت. رعنا آزادیور بازیگر نقش جمیله در فیلم محمد رسول الله به مناسبت اکران عمومی آخرین اثر مجید مجیدی نوشته همکاری با گروهی که در مقیاس جهانی معتبر هستند برای هر کسی تجربه متفاوتی است. شما به عنوان بازیگر وقتی مقابل دوربین فیلمبردار چیره دستی مثل ویتورو استرارو میرید نکاتی رو تجربه میکنید و میآموزید که بی‌نظیره. من این شانس رو داشتم که مقابل دوربین برخی از فیلمبردارهای بزرگ سینمای ایران بازی کنم. اما وقتی پلانهای ثبت شده رو توسط آقای استرارو میبینم بیشتر شبیه تابلوهای زیبای نقاشی هستند. همکاری با این گروه بین المللی که همه با سوابق اونها آشنا هستیم برای من توامان با ترس و لذت بود. خداوند رو شاکرم که در کارنامه ام با کارگردانهایی همکاری کردم که همگی از بهترین های سینمای ایران هستند. اما چیزی که در مورد آقای مجیدی برایم جالب بود این بود که ایشان به خوبی می دانستند قرار است هر پلان رو چگونه اجرا کنند و در هدایت بازیگران و نحوه دکوپاژ کاملا با آگاهی سر صحنه حاضر می شدند. شیوه هدایت ایشان خیلی شیوه مستقیم و بی‌دردسری بود. با اینکه در بسیاری از موارد زحمت زیادی می کشید تا چیزی که مد نظر دارد به خوبی اجرا شود. تک تک پلانها با تایید ایشان و حساسیت بسیاری فیلمبرداری شد. و من به عنوان بازیگر احساس می‌کردم مدام زیر ذره‌بین آقای مجیدی قرار دارم و حتی یک حرکت انگشت بی‌جهت نمی‌توانم داشته باشم و این بسیار به من حس امنیت می‌داد. او اضافه کرد در مجموع بازیگر پرکاری محسوب نمی‌شم و همواره گزیده کار بودم، اما در هر سال کم کم در یک فیلم ایفای نقش کردم. از دیگر نقش‌های موفق ایشان می‌توان به فیلم خانه دختر در سال 93 اشاره کرد که در نقش اصلی ایفای نقش می‌کنه. در این فیلم او در نقش دختری به نام سمیرا بازی می‌کنه که به دلیل سوءظن خانواده نامزدش نسبت به دوشیزه بودن او مسیر زندگیش عوض میشه. این فیلم نزدیک به 3 سال توقیف بود که در نهایت نیمه دوم سال 96 به صورت محدود اکران شد. در چند سال اخیر بارها خبر ازدواج رعنا آزادیور با مهدی پاکدل منتشر شد، اما هر بار این شایعه پس از مدتی به فراموشی سپرده شد. مهدی پاکدل یکی از بازیگران ساکت و بدون حاشیه دنیای هنر است که اولین بار با فیلم آبی حمید لبخنده در سال 79 به دنیای سینما راه یافت و با بازی در نقش‌های موفق راهش را در دنیای هنر هموارتر کرد. او چندی پیش با انتشار خبر جدایی از همسرش بهنوش طباطبایی درگیر حاشیه ها شد. سال قبل از اون هم زمانی که مهدی پاکدل درگیر بازی در تئاتری با حضور رعنا آزادیور بود
عکس‌های دو نفره از این دو هنرپیشه منتشر شد. انتشار این عکس‌ها خبر ازدواج دوباره آقای پاکدل با این خانم هنرپیشه رو به راه انداخت که البته در حد شایعه باقی ماند. بعضی از کاربران فضای مجازی رعایت نشدن فاصله بین این دو بازیگر در این عکس رو باعث گمانه‌زنی‌های از ازدواج دوباره مهدی پاکدل با رعنا آزادیور دانستند. اما در نهایت در 29 آبان سال 99 خانم عاطفه رضوی با انتشار عکس دو نفره این زوج هنری خبر ازدواج اونها رو رسانه‌ای کرد. خبر ازدواج رعنا آزادیور و مهدی پاکدل در تاریخ 29 آبان سال 99 توسط عاطفه رضوی همسر حسین پاکدل برادر مهدی پاکدل منتشر شد. عاطفه رضوی در اینستاگرامش نوشت: دوستتان دارم، خصوصا کنار هم، مبارکمان باشد. رعنا آزادیور و مهدی پاکدل در فیلم‌های سینمایی محمد رسول الله و چهارراه استانبول و همچنین موزیک ویدئوی قطعه ابر می‌بارد از آلبوم رگ خواب همایون شجریان با یکدیگر همبازی بودند. رعنا آزادیور در سال 85 در فیلم پارک وی به کارگردانی فریدون جیرانی برای اولین بار بازی در نقش اول را تجربه کرد. رعنا آزادیور در فیلم سینمایی درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی نقش همسر یکی از زوجهای جوان فیلم را بازی می کرد که در داستان سه روزه سفر این زوجها به شمال درگیر ماجرایی می شوند. او در این فیلم با بازیگران مطرحی مثل شهاب حسینی، ترانه علی دوستی، احمد مهرانفر، گلشیفته فراهانی و مانی حقیقی همبازی شد. رعنا آزادیور در جشنواره فیلم فجر سال 93 با سه فیلم خانه دختر، داره صبح میشه و این سیب هم برای تو حضور موفقی داشت. او بارها تجربه حضور در فیلم‌هایی رو داشته که با وجود پروانه ساخت موفق به اکران به موقع نشدند. فیلم خانه دختر هم با همین مشکل مواجه بود و این فیلم سرانجام پس از 3 سال در سال 96 به اکران رسید. او در این فیلم نقش دختری به نام سمیرا در نقش اصلی رو ایفا میکنه. او بازیگری گزیده کار است و در سالهای کاریش با کارگردانان مطرحی همچون عباس کیارستمی، فریدون جیرانی، شهرام شاه حسینی، مجید مجیدی و مصطفی کیایی همکاری داشته. رعنا آزادیور در سال 94 در فیلم سینمایی خشم و هیاهو به کارگردانی هومن سیدی به ایفای نقش پرداخت. او در مصاحبه با کافه آپارات هومن سیدی رو با دیگر کارگردانان بزرگ سینما مقایسه کرد و او رو فردی حرفه‌ای دانست و اذعان داشت که هومن سیدی از نظر دانش و اخلاق هیچ چیزی کمتر از دیگر کارگردانان مطرح ندارد. او که بازیگری رو از سینما آغاز کرده برای اولین بار در سال 96 در نمایش خانه بوشاسب دراز است به کارگردانی علی اتحاد به روی صحنه رفت. مهدی پاکدل و اندیشه فولادوند از دیگر بازیگران این نمایش بودند. او در مصاحبه ای گفته: همه جای دنیا درگیر بخشی از سانسور و ممیزی هستند، اما سینمای ما خیلی بیشتر است و کاری نمی شود کرد. امیدوارم مسئولان نگاه دیگری داشته باشند. بابک اسکندری گریمور سینما عکسی از تست گریم جنجالی و ترسناکی از رعنا آزادیور در فیلم سینمایی که گفته شده کارگردان آن هومن سیدی می باشد منتشر کرده که مدتی در فضای مجازی دست به دست می شد. رعنا آزادیور از جمله بازیگران سنت شکن در انتخاب استایل پوششی است و همیشه سعی در متفاوت بودن لباسهاش داره. او در مصاحبه ای گفته: من فکر میکنم زمان ورود یک بازیگر به سینما خیلی مهمه. فکر میکنم 80% در موفقیت یک بازیگر تاثیرگذار باشه. من اوایل سال 80 با فیلم مارمولک وارد سینما شدم. از لحاظ جامعه شناسی زن در سینمای ایران در اون مقطع جایگاه خودش رو پیدا کرده بود. یک نکته مهم مربوط به اینه که تو با چه فیلم و حضوری وارد سینما شدی. به نظر من نکته خیلی مهمی است و خیلی میتونه تعیین کننده باشه. من هم حضورم در فیلم مارمولک برای اولین حضور یک بازیگر در یک فیلم خیلی خوب بود. از جدیدترین و آخرین کارهای خانم آزادیور میشه به مجموعه نمایشخانگی زخم کاری به کارگردانی محمد حسین مهدویان محصول سال 1400 اشاره کرد که از 14 خرداد همین سال هر جمعه از شبکه نمایش خانگی پخش میشود.
او در این سریال در کنار بازیگرانی چون جواد عزتی، هانیه توسلی، سیاوش طهمورث، مهلقا باقری و اکرم محمدی به ایفای نقش پرداخته. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد، بدرود.